با سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. در این ویدیو به معرفی یه سری گوشی اندرویدی میپردازیم که میتونن جایگزین خوبی واسه آیفون 12 باشن. گوشی‌های یه سری آیفون 12 بهترین آیفونایی هستن که اپل تا الان تولید کرده و شکی در اون نیست. این گوشی‌ها در 4 مدل و با قیمت پایه بین 699 تا 1099 دلار برای آیفون 12 مینی تا آیفون 12 پرو مکس در دسترس قرار دارن و به خاطر همین امسال بیشتر از قبل کاربرا توانایی خرید آیفون‌ها رو دارن. با این حال خیلی از کاربرا ترجیح میدن از گوشی‌های اندرویدی استفاده کنن، اما نمیدونن چه محصولاتی میتونه رقیب خوبی واسه آیفون‌های جدید باشه. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشین و اگه جدید هستین کانال ما رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید. بعضی از گوشی‌هایی که معرفی می‌کنیم از نظر قیمت با آیفون‌ها توی یه محدوده قرار می‌گیرن. این نکته رو هم بگم که این محصولات می‌تونن در دنیای اندروید به خوبی آیفون 12 در دنیای iOS باشن. شماره 1، سری گلکسی S20. سری گلکسی S20 سامسونگ با بدشانسی عجیبی مواجه شد. سامسونگ اونا رو درست زمانی که شیوع ویروس کرونا شروع شده بود رونمایی کرد و اون رویداد آنپکت هم آخرین رویدادی بود که به صورت حضوری برگزار شد. قیمت بالای این سری هم بهانه‌ای شد تا کاربرا اونقدر به خرید گوشی‌های این سری علاقه ای نشون ندن، اما بعداً متوجه این موضوع شدیم که ظاهراً قیمت خیلی از پرچم دارا توی سال 2020 بالاتر رفته و همچنین بعد از کمتر شدن شدت کرونا توی بازارهایی که سامسونگ عملکرد خوبی داشت، گلکسی S20 و دو گوشی بزرگترش تونستن با استقبال خوبی مواجه بشن. این گوشی‌ها از پردازنده اسنپ دراگون 865 در بازار آمریکا و کره جنوبی و اگزینوز 990 در بازارهای بین‌المللی بهره می‌برند. نمایشگر همه اونها هم از رفرش ریت 120 هرتز در وضوح FHD+ پشتیبانی می‌کنه و اگه کاربر بخواد وضوح رو به QHD+ افزایش بده، این میزان به 60 هرتز کاهش پیدا می‌کنه. قدرتمندترین گوشی از این سری گلکسی S20 اولترا که بجز این قابلیت‌ها از باتری 5000 میلی آمپر ساعتی و دوربین 108 مگاپیکسلی اصلی و دوربین پریسکوپی با قابلیت بزرگنمایی 100 برابری دیجیتال، 10 برابری هیبریدی و 4 برابری اپتیکال بهره میبره. حتی توی قدرتمندترین نسخه اون هم سامسونگ از 16 گیگابایت رم استفاده کرده تا این محصول تقریبا به یکی از گوشی‌های بی‌رقیب از لحاظ قدرت سخت افزاری تبدیل بشه. یه ویدیو هم قبلا در مورد گلکسی S20 اولترا گذاشتم که میتونید روی لینکی که بالای صفحه داره نمایش میده کلیک کنید و یا از قسمت دیسکریپشن یا توضیحات زیر همین ویدیو لینکش رو پیدا کنید و ببینید. شماره 2، گلکسی نوت 20 اولترا. اگه به گوشی‌های سری S20 با قابلیت پشتیبانی از قلم علاقه‌مندین، سری نوت 20 هم میتونن انتخاب خوبی باشن. هرچند سامسونگ مدل استاندارد رو با بدنه پلاستیکی و نمایشگر 60 هرتزی رای بازار کرد، اما مدل اولترا رو میشه پرچمدار شایسته‌ای دونست. متاسفانه بعضی از قابلیت‌های S20 اولترا مثل باتری 5000 میلی آمپر ساعتی، رم 16 گیگابایتی و دوربین پریسکوپی با قدرت عالی در زمینه بزرگنمایی توی این گوشی وجود نداره، اما در عوض کاربر به پردازنده اسنپ دراگون 865 پلاس، قلم اسپن با قابلیت‌های مختلف و جذاب و ظاهری زیباتر دسترسی داره. این گوشی به باتری 4500 میلی آمپر ساعتی، نمایشگر 120 هرتزی، دوربین 108 مگاپیکسلی اصلی، 12 مگاپیکسلی تلفوتو با بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری و 12 مگاپیکسلی فوق عریض مجهز شده و کیفیت عکاسی و فیلم برداری هم در اون فوق‌العاده است. در مورد خانواده گلکسی نوت 20 هم یه ویدیو دارم که میتونید توی قسمت دیسکریپشن لینکش رو پیدا کنید تا بیشتر با جزئیات این گوشی آشنا بشید. شماره 3، گلکسی S20 فن ادیشن. اگه دنبال گوشی ارزون قیمت هستین، گلکسی S20 فن ادیشن میتونه انتخاب خیلی خوبی توی رنج قیمت 700 دلار باشه. این گوشی تقریبا تمام چیزایی که از نوت 20 انتظار دارین رو بدون پشتیبانی از قلم در اختیارتون قرار میده و البته قابلیت‌های خیلی خوبی هم داره. مثلا باتری 4500 میلی آمپر ساعتی، دوربین‌های شبیه دوربین گلکسی S20، رفرش ریت 120 هرتزی و پشتیبانی از استاندارد ضد آب IP68 از مشخصات خوب این گوشی به حساب میاد. واسه این گوشی هم یه ویدیو گذاشتم که تمام جزئیاتش رو اونجا معرفی کردیم. شماره 4، وان پلاس 8 پرو. بین محصولات وان پلاس پرچمدارای سری 8 بی‌نظیرن. این گوشی‌ها واسه اولین بار قیمتشون نسبت به گوشی‌های دیگه این شرکت بالاتر رفت، اما همچنان قیمت حدود 1000 دلار واسه محصولی که از پردازنده اسنپ دراگون 865 بهره می‌بره و بین 8 تا 12 گیگابایت رم داره و به باتری 4510 میلی آمپر ساعتی و شارژ سریع 30 واتی مجهز، اونقدرم زیاد نیست، به خصوص اینکه این روزا قیمتش به 800 دلار هم کاهش پیدا کرده. از قابلیت‌های خوب این گوشی میشه به نمایشگر 120 هرتزی، حتی در وضوح QHD+، دوربینای 48 مگاپیکسلی
مگاپیکسلی اصلی و فوق عریض، 8 مگاپیکسلی تلفوتو با بزرگنمایی 3 برابری آپتیکال و 5 مگاپیکسلی فیلتر رنگ و قیمت نسبتاً مناسبش اشاره کرد. علاوه بر این، وان پلاس معمولاً گوشی‌های پرچم‌دار خودش رو تا 3 سال به روز رسانی می‌کنه و کاربرها می‌تونن آپدیت‌های امنیتی رو دریافت کنن. دقیقاً مثل وان پلاس 5 و 5T که همین مدت به روز رسانی کرد. بنابراین میشه گفت کنار گوشی‌های سامسونگ، پرچم‌دارای وان پلاس می‌تونن بهترین جایگزین آیفون 12 باشن. شماره 5 وان پلاس 8. این گوشی که به خاطر نمایشگر کوچکتر با وضوح و رفرش ریت کمتر، دوربین‌ها و باتری ضعیف‌تر، قیمت پایین‌تری نسبت به مدل پرو داره که حدوداً 650 دلاره، میتونه گزینه خیلی خوبی واسه طرفدارای گوشی‌های اندرویدی باشه. این گوشی شاید از نظر دوربین نتونه مثل پرچم‌دارای مطرح بازار بشه، اما یکی از قدرتمندترین محصولاتیه که میتونید به عنوان یه پرچم‌دار مقرون به صرفه خریداری کنین. شماره 6 وان پلاس 8T. گوشی دیگه‌ای که میتونید بین محصولات وان پلاس به عنوان جایگزین آیفون 12 انتخاب کنید، وان پلاس 8T است که به تازگی معرفی شده و تقریبا میشه اونو شبیه وان پلاس 8 دونست. با این اختلاف که از نمایشگر 120 هرتزی، باتری 4500 میلی آمپر ساعتی و شارژ خیلی سریع 65 واتی بهره میبره که سرعت خیلی بالایی توی شارژ گوشی داره. شماره 7 LG V60. البته خیلی وقته که LG مثل قبلا توی ساخت گوشی‌های هوشمند مطرح نیست، اما طی یه سال اخیر این شرکت پیشرفت خوبی داشته و تونسته محصولات جالب و قدرتمندی رو راهی بازار کنه. یکی از این گوشی‌ها LG V60 هست که در محدوده قیمتی 800 دلار قرار می‌گیره. علاوه بر اسنپ دراگون 865، این گوشی از قابلیت‌های دیگه‌ای مثل 8 گیگابایت رم، باتری 5000 میلی آمپر ساعتی، قابلیت فیلمبرداری در وضوح 8K با سرعت 30 فریم در ثانیه هم بهره می‌بره. یه قابلیت جالب دیگه هم بهره‌مندی از نمایشگر دومه. این نمایشگر با گوشی عرضه نمیشه، اما به صورت لوازم جانبی توی بازار هست و کاربر میتونه با قرار دادن اون کنار گوشی، اون رو به یه محصول تاشو تبدیل کنه. البته این نمایشگر گوشی رو مثل گوشی‌های تاشوی فعلی در میاره، اما با این حال یکی از قابلیت‌هایی که توی گوشی‌های اندرویدی دیگه و آیفون‌ها شاهد اون نیستیم. در مقایسه با پرچم‌دارای اندرویدی، یه سری قابلیت‌ها مثل رفرش ریت 120 هرتزی یا حتی 90 هرتزی و شارژر خیلی سریع توی این محصول وجود نداره، اما ظاهرا توی سری آیفون 12 اپل هم این قابلیت‌ها وجود نداره. حتی شارژر هم داخل جعبه این گوشی‌ها نیست. شماره 8 شیائومی می 10 پرو. آخرین محصولی که می‌تونیم اون رو به عنوان جایگزین شایسته آیفون 12 انتخاب کنیم، شیائومی می 10 پرو هست. محصولی که از قابلیت‌های خیلی خوبی بهره می‌بره. شیائومی توی این محصول از پردازنده اسنپ دراگون 865، بین 8 تا 12 گیگابایت رم، دوربین 108 مگاپیکسلی اصلی، 8 مگاپیکسلی تلفوتو با بزرگنمایی 10 برابری آپتیکال و هیبریدی، 12 مگاپیکسلی مخصوص پورتره و 20 مگاپیکسلی فوق عریض استفاده کرده. از نظر باتری هم یه باتری 4500 میلی آمپر ساعتی و یه شارژر 50 واتی استفاده شده که سرعت خیلی خوبی هم داره. شیائومی این گوشی رو توی محدوده قیمتی 800 تا 1000 دلار راهی بازار کرده که اون رو به یکی از مناسب‌ترین محصولات بین پرچم‌دارای اندرویدی تبدیل می‌کنه. مسلماً گوشی‌های زیادی وجود دارن که میتونن توی این لیست باشن، مثلا گوگل پیکسل، گوشی‌های هواوی، ردمی و شرکت‌های دیگه، اما این گوشی‌ها در بازار ایران فروش بیشتری داشتن و دسترسی به اونا هم نسبتاً ساده‌تر از بقیه برنداست. لازمه دوباره این موضوع رو یادآوری کنیم که بعضی از گوشی‌هایی که معرفی کردیم از نظر قیمت با آیفون‌ها توی یه محدوده قرار می‌گیرن و این محصولات میتونن در دنیای اندروید به خوبی آیفون 12 در دنیای iOS باشن. مرسی از اینکه با ما همراه بودین. دو ویدیو رو بهتون پیشنهاد می‌کنم که از نظر محتوا مشابه همین ویدیو هستن. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لایک رو بزنید و با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.